12 ماده غذایی عالی برای افزایش تمرکز. اگه موقع کار کردن با تمرکز کردن مشکل دارید یا اگه فکر میکنید حافظتون نسبت به موقعی که جوان بودید کمتر شده، پس در ادامه با من همراه باشید. یکی از مهمترین کارهایی که میشه برای رفع این مشکل انجام داد، داشتن رژیم غذایی سالم و البته متعادله. خوردن غذاهای سالم عملکرد مغزتون رو بهبود میده، حافظه رو تقویت میکنه و البته به افزایش تمرکز و دامنه توجه در طول روز کمک میکنه. بنابراین اگه بدونیم برای افزایش تمرکز چی بخوریم، میتونیم بهره وری در خونه یا محل تحصیل و کارمون رو هم افزایش بدیم. در این فیلم در ادامه در تندرست آنلاین درباره غذاها و نوشیدنی‌هایی که میتونه تمرکزتون رو بهبود بده صحبت می‌کنیم و در انتها شما رو با سایر روش‌های افزایش تمرکز و حفظ سلامت مغز آشنا می‌کنیم. البته اگه متوجه اختلالات قابل توجه، زوال عقل یا از دست دادن غیر عادی حافظه کوتاه مدتتون شدید، باید علاوه بر اصلاح رژیم غذایی خودتون به دنبال یک پزشک متخصص مغز هم باشید. اما غذاهای افزایش دهنده تمرکز، وقتی گرسنه اید دچار سردرد، خستگی و مه مغزی میشید و به سختی میتونید تمرکز کنید. بدنتون رو مثل یک ماشین در نظر بگیرید، وقتی بنزین تموم میکنه دیگه کارش تمومه، پس باید بهش بنزین بزنید. بدن هم مثل ماشین به غذا به عنوان سوخت نیاز داره تا بتونه وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. هرچه نوع غذایی که استفاده میکنید بهتر باشه، خب البته عملکرد مطلوب تری هم خواهید داشت. به همین دلیل انتخاب هوشمندانه غذاها برای افزایش تمرکز ضروریه. رژیم غذایی روی سلامت روان تأثیر داره و به درمان افسردگی و استراب کمک میکنه. خوردن غذاهای مناسب میتونه تأثیر چشمگیری روی عملکرد شما در محل کار و خونه داشته باشه. خوردن غذاهای نامناسب نتیجه معکوس داره و باعث بیقراری و کاهش سطح انرژیتون میشه. اگه میخواید تمرکز و حافظتون رو بهبود بدید، مصرف غذاهایی که در ادامه به اونها میپردازیم رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید. شماره یک، ماهی‌های چرب مثل سالمون و ماهی تون از جمله بهترین غذاهای افزایش دهنده تمرکزن. اسیدهای چرب امگا 3 که به وفور در این ماهی‌ها یافت میشن، در حفظ سلامت مغز نقش دارن. تحقیقات نشون میدن که افزایش میزان امگا 3 در رژیم غذایی روزانه با کاهش خطر زوال عقل و البته سکته مغزی مرتبطه و همچنین به تقویت حافظه کمک میکنه. این اثرات مثبت برای همه افراد به خصوص سالمندان اهمیت زیادی داره. بنابراین اگه براتون این سوال مطرح شده که برای افزایش تمرکز چی بخوریم، توصیه میکنم دوبار در هفته حداقل ماهی بخورید. شماره دو، بلوبری. بلوبری یک میوه کم کالری و سرشار از آنتی اکسیدانه. تحقیقات روی حیوانات نشون دادن که بلوبری از مغز در برابر آسیب ناشی از رادیکال های آزاد محافظت میکنه و میتونه احتمال بروز مشکلات مرتبط با افزایش سن مثل بیماری آلزایمر یا زوال عقل رو کاهش بده. طبق تحقیقات، رژیم‌های غذایی سرشار از بلوبری هم یادگیری و هم عملکرد عضلات رو توی موش‌های پیر بهبود داد و اونها رو از نظر ذهنی با موش‌های بسیار جوان‌تر در وضعیت برابر قرار داد. شماره 3، چای سبز. چای سبز به دلیل داشتن دو ماده به نام‌های کافئین و التیانین به افزایش هوشیاری و تمرکز کمک می‌کنه. التیانین به شما کمک می‌کنه که همزمان هم احساس آرامش کنید و هم هوشیارتر باشید. بنابراین مصرف چای سبز به عنوان یک نوشیدنی طبیعی برای بهبود تمرکز و حافظه منطقیه. برای بهره‌مند شدن از این فواید میتونید هر روز 3 تا 5 فنجون چای سبز بنوشید. نوشی جان. شماره 4، غذاها و نوشیدنی‌های حاوی کافئین. هیچ راهکار یا ماده غذایی معجزه آسایی برای افزایش ضریب هوشی یا باهوش‌تر کردنتون وجود نداره، اما بعضی از مواد مثل کافئین میتونن به شما انرژی بدن و تمرکزتون رو بهبود ببخشن. تأثیر کافئینی که در قهوه، شکلات، نوشیدنی‌های انرژیزا و البته بعضی از داروها یافت میشه کوتاه مدته، اما به هر حال میتونه حافظتون رو بهبود بده، بهتر کنه و شما رو برای مدتی بیدار نگه داره. اما به خاطر داشته باشید که نباید در دریافت کافئین زیاد روی کنید، یعنی زیاد قهوه نخورید، چرا که مصرف زیاد اون به بروز مشکلاتی مثل عصبانیت، اختلال خواب و سایر اثرات منفی منجر میشه. شماره 5، تخم مرغ. تخم مرغ حاوی ماده‌ای به اسم کولینه که التهاب و زوال عقل رو کاهش میده. علاوه بر این، خوردن تخم مرغ باعث افزایش تریپتوفان میشه، اسید آمینه‌ای که به تولید سروتونین در بدن کمک میکنه. سروتونین در بهبود خلق و خو، تنظیم ساعت
سطح داخلی بدن و داشتن خواب با کیفیت نقش داره. شماره 6 آجیل. مغزهای خوراکی مثل بادام، گردو، پسته و غیره سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، ویتامین ای، مس، منگنز، روی و سلنیوم. دریافت این مواد مغذی برای حفظ عملکردهای شناختی مغز ضروریه و به بهبود خلق و خوتون هم کمک میکنه. همچنین توی مطالعه مشخص شد که ویتامین ای خاصیت آنتی اکسیدانی داره و میتونه با زوال عقل در افراد سالمند مقابله کنه. روزانه حداکثر 1 مشت یا حدود 30 گرم آجیل بخورید تا بدون اینکه کالری، چربی و قند اضافی دریافت کنید از خواص اون بهره مند بشید. و اما شماره 7 تخمه کدو. تخمه کدو به خاطر داشتن روی به تنظیم متابولیسم و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه. وقتی بعد از ظهرها به خوردن میان وعده نیاز پیدا میکنید، مصرف این ماده غذایی باعث تقویت حافظه و مهارت‌های فکری شما کمک میکنه. میتونید تخمه کدو رو به صورت خام یا بوداده مصرف کنید. برای بودادن تخمه کدو میتونید از روغن، بهتر روغن زیتون باشه، نمک و فلفل استفاده کنید. شماره 8 سبزیجات برگدار. خواص کاهو و انواع دیگه سبزیجات برگدار مثل اسفناج شامل آنتی اکسیدان و سرشار از ویتامین کاه که تحقیقات نشون داده میتونه از زوال عقل جلوگیری کنه و احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر رو کاهش بده. سلام دوستان، به تندرست آنلاین خوش اومدید. در این کانال با هم در مسیر زندگی سالم و پر انرژی قدم برمی‌داریم و با آموزش تغذیه سالم، روانشناسی مثبت و نکاتی برای بهبود کیفیت زندگی در راه یک زندگی مثبت قدم برمی‌داریم. اگه دوست دارید بروز باشید و با من در این سفر سلامتی یک جامعه تندرست رو با هم بسازیم و رشد کنیم، حتما ویدیوهای منو دنبال کنید و لطفاً نظرات خودتون رو هم با من در میان بذارید. ضمناً این ویدیو از جدیدترین مقاله های دارای نمایه ISI تهیه شده و توی سایت مؤسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است. شماره 9 گوجه فرنگی. گوجه فرنگی حاوی آنتی اکسیدانی به نام لیکوپنه که از آسیب سلول ها توسط رادیکال های آزاد جلوگیری میکنه. علاوه بر این از منابع خوب ویتامین آ و ویتامین سی هست. گوجه فرنگی یکی از بهترین سبزیجاتیه که میشه با اون سالاد درست کنید و یا اون رو به شکل خام مصرف کنید. شماره 10 شکلات تلخ. شکلات تلخ خواص آنتی اکسیدانی داره و به دلیل داشتن یک محرک طبیعی به نام کافئین میتونه تمرکزتون رو البته افزایش بده. با این حال به دلیل پر کالری بودن باید در مصرف اون حد اعتدال رو رعایت کنید. زیاده روی در مصرف هر چیزی از جمله شکلات برای سلامتی مضره. شماره 11 غلات کامل. تمام اندام‌های بدن به خصوص قلب و مغز به جریان خون وابستند. رژیم غذایی سرشار از غلات کامل میتونه از ابتلای شما به بیماری‌های قلبی جلوگیری کنه و کلسترول بد رو کاهش بده. در نتیجه خطر تشکیل پلاک رو در داخل عروق کمتر و جریان خون بیشتر شده و توان سلول‌های مغز رو افزایش میده. غلات کامل از منابع خوب فیبر و ویتامین ای به شمار میره. شماره 12 آووکادو. از سایر غذاهای افزایش دهنده تمرکز میشه به آووکادو اشاره کرد. اگرچه آووکادو مملو از چربیه، اما چربی‌های اون از نوع غیر اشباع با یک پیوند دوگانه که میتونه به بهبود گردش خون و البته افزایش عملکرد مغزتون کمک کنه. و اما تاثیر مکمل‌های غذایی روی تمرکز. این روزا مکمل‌های زیادی توی داروخونه‌ها وجود داره که البته تولید کنندگانشون ادعا میکنن میتونن سلامتی رو بهبود بدن. این تبلیغات باعث شده که بسیاری از افراد برای تقویت عملکرد مغزشون به سراغ این محصولات برن. اگرچه گزارش ها درباره تاثیر مکمل های حاوی ویتامین B, C, E و بتا کاروتن و منیزیم روی تقویت مغز امیدوارکننده است، اما این مکمل ها فقط برای افرادی مفیدن که رژیم غذاییشون فاقد این مواد مغذی ضروری هست. به عبارت دیگه اگه به کمبود مواد مغذی مبتلا نباشید، بعیده که این مکمل ها بتونن به بهبود عملکرد ذهنتون کمک کنن. بعضی از محققان در مورد تاثیر جنسینگ، جینکو و ترکیبات حاوی ویتامین، مواد معدنی و گیاهان روی مغز خوشبینن، اما قبل اینکه بشه مصرف مکمل این مواد رو برای تقویت عملکرد مغز توصیه کرد، نیاز به تحقیقات بیشتری هست و سایر روش های افزایش تمرکز. برای اینکه از تمرکز بیشتری برخوردار باشید، باید علاوه بر مصرف غذاهایی که ذکر کردم، این توصیه ها رو هم بهشون عمل کنید.
کنید. از پرخوری و کمخوری پرهیز کنید. صبحانه بخورید. تحقیقات نشون میدن که خوردن صبحانه قدرت توجه و حافظه کوتاه مدتتون رو بهبود میده. دانش آموزایی که صبحانه نمیخورن نسبت به دانش آموزانی که صبحانه میخورند عملکرد بدتری دارن. محققان در صدر فهرست غذاهای تامین کننده سوخت مغز، لبنیات، میوه، غلات کامل مملو از فیبر رو قرار دادن. فقط مراقب باشید که پرخوری نکنید. ورزش کنید. همه ما میدونیم که ورزش به کاهش وزن و تقویت عضلات کمک میکنه، اما میدونستیم که در افزایش تمرکز نقش داره؟ ورزش باعث افزایش خون رسانی به مغز میشه، یعنی اکسیژن و مواد مغذی بیشتری در اختیار سلول های مغزتون قرار میده که به نوبه خودش باعث بهبود عملکردهای شناختی و افزایش تمرکز میشه. خوب بخوابید. خوب خوابیدن در طول شب به تمرکزتون کمک خیلی زیادی میکنه. تحقیقات نشون میده که خواب بر نحوه نگهداری اطلاعات توسط مغز تاثیر میذاره. در کوتاه مدت استراحت کافی تمرکز توی روز بعد و افزایش میده و در طولانی مدت عادات خواب سالم میتونه به تقویت حافظه کمک کنه. توصیه شده بزرگسالان سالم هر شب بین 7 تا 9 ساعت بخوابند. و اما سخن آخر، تمام غذاها و نوشیدنی هایی که میخورید تاثیر چشمگیری روی تمرکز و عملکردتون دارن. اگه میخواهید توانایی خودتون برای تمرکز کردن رو تقویت کنید، غذاهای سالمی مثل ماهی، بلوبری، سبزی، گوجه فرنگی، آجیل یا تخم مرغ مصرف کنید. ضمناً توصیه شده شبها به اندازه کافی بخوابید، آب بخورید، ورزش کنید و از مدیتیشن غافل نشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. مراقب خودتون باشید و به سلامتی خودتون اهمیت بدید. تندرست باشید.